عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه در توکیو آنچه را تهاجم ایران در منطقه خاورمیانه خواند محکوم کرد. ما شاهد افزایش درگیری ایران در سوریه هستیم. ایران از حزب الله حمایت می کند، از هوسیها ها حمایت می کند. عملیات محرمانه برای بی ثبات کردن کشورهای منطقه انجام می دهد. و ما شاهدیم که آنها سلاح به بحرین و کویت و عربستان قاچاق می کنند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت ایران باید تصمیم بگیرد که یک ملت است یا یک انقلاب و اگر انقلاب است و به قوانین و هنجارهای بین احترام نمی گذارد و خواهان گسترش انقلاب و ایجاد خرابی و کشتار است ما نمی توانیم با آنها تعامل کنیم ما امیدواریم ایران این ملت تاریخی بزرگ با مردمی بزرگ قادر به تغییر سیاست هایی باشد که بعد از انقلاب در پیش گرفته و بنابراین ما بتوانیم به عنوان یک عضو جامعه بین المللی روابط خوبی با داشته باشیم. عربستان سعودی از آغاز زمامداری ملک سلمان سیاست مقابله با ایران را به منطقی ورای میانه گسترش داده و دیگر برای نرمتر کردن سیاست های ایران متکی به متحدان خود در غرب نیست و در زمینه های مختلف سعی می کند توصیح طلبی ایران را در جهان عرب مهار کند.